اصلا نکنی بگم خودش فنه داره شانه بکنم خوب هستم. آیا آمده میمنده سیاه سیاره باشه؟ خوشحال دید یکی حسی چه به دامو برست. خوشحال کنید. جنال افراتون طبق همون لیستی که فعلا 22 نفرشان رفتیم، خب بهزیستی به همون داد، گفت یه نفر اینجا هستش که خانواده نیاز به کمک دارن، بریم ببینیم در چه وضعیتی هستن بهشون کمک کنیم. تب داره الان؟ آره تب داره. دارو داری بهش بدی؟ بهش دادی؟ انشالله چه خوب میشه، پسرم خوب میشه. یه لیستی داره بهزیستی به من داد، خب گفت که یه خانواده هستن، سه تا خانم هستن دیگه، الان سه تا خانم هستن دیگه، درست اومدن آدرسو؟ بعد گفتن که وضعیتشون یه نابسامان هستش، برو یه سر بهشون بزن، آمده یه سر بهتون بزنیم ببینیم در چه وضعیتی هستی. بعد چه خبیدی دست و هر سی چرا دست یاد کنه میتونی چون من بود نه اختیار داریم. بعد شما چجور اصلا اومدین اینجا خانم؟ توضیح میشه بدین؟ بله. سه تا خانم چجور اومدن اینجا؟ بله اول می یه دو بز داشتیم خرجی نوکر بیسی عیدمون، خب بزه لدامه یه چی گرون پیچ میاریدم و هم بیار میدم. بله پیار را چرا؟ خب پیام نوره بیشه دامش. شوهرتون اونجا نبود؟ نبود اونجا. خب موقعی چه دامش را دهنم هرچی زنگ زنگی مشبوشی نقد شد خاموش. یعنی میون کلومتر اونجا کلاه برداری ازتون کرد؟ بله پولتون رو بالا کشید؟ خب نمیدونی نه چی بود. خب داده هیچی پی آچه را اومد بست شد با هم. خب بست شد شوهرتون با شما بست شد؟ با هم بست شد که بازن تاشو داشتی کلان و همان بیشتر این زینه کرمه من به تاش داری زینه پسرتون هستشی؟ خب بله به تاش داشتی قبلشم با ما دعوا چه گاز و بس دعوا نمیخواد تو خونه من غذا درست کنی من شوهر رو فوت چه شوهر شما فوت کرده خواهر ایشون هستی این خانم این عروس خواهرمه خانم هست. حالا متوجه شدم. بلد بلد. شما خواهر این خانم این بلد. عروس شما خب حالا متوجه هستم خب بعدش خب بعد همینطور جوری داو و گازه بسی که قضا درست نکوینو خواهر یعنی شوهر ایشون باشه بله نمیتونم تو دیگه تو خونه من باشی و هر روز یتیم نبیس بیرون خواهرام گفت چیکار داری اینقدر جیره خواهر می خب بچه بزن افروخت و کلاور داری ازش ده هممون با هم توی بارون چرد بیرون چرد بیرون خاله تو رانه چرد بیرون عروسش گفت نمیرم بیرون من نمیتونم با دو تا بچه برام تو کو تو اونم زد بیرون بعد شرمنده تم شوهر اون خانم کو؟ اون معتاد کارتون خواب اصلا نمیدونیم معتاد شد کارتون خواب الان دیگه اصلا نمیدونیم کجا یه همچه با خاطر ایده تا نوه شما چه از قدیم هم تشبیه ما این بچه من خیلی کچیش بیچی سرگذشت میکنم بله ایدیه گفت نباد ما با هم میریم اگر رفتیم باید چه با هم میریم بعد به خاطر نوه هاش یعنی این خانم با شوهرش هم مشکل نداره نه نه به خاطر نوه هاش اومده بله اصلا سری ما دعوا شده چه زنده اینا خراب شد خب دیگه والا من چه خیلی متاثر شدم از این جریان بعد این زمینه مال خونه بله بله خب بعد یعنی ما میتونیم اینجا صافتر هستش بهتر چون که اینجا خانوما از به هر ستایتون هستن بلده. داخل مسیل آب هستیم
خب یعنی خدای نکرد اگر ما یه ساختمون یه چیزی بخوام برای شما اینجا بسازیم، خب در مسیر رودخانه هستیم، بعد خدای نکرد یه اتفاقی میفته. بعد یه چاری هم داشتیم جلوتر یه گونی بعد آب بود. الان مثلا وضعیتون خدا وکیلی مثلا با این بچه سرما خورده ما بردش اصلاً... ما این بچه نبرداشتیم رو داریم بچه هم هزیونی گود تو داره وقتی توی قبرستون میخوابیدیم شما آه داخل دیگه جا نداشتیم به ناچاری رفتیم داخل یه قبرستون. خب یه آزاد که ما میبینم خب بعد وسیله خورده خوراک هم اصلا ندارین درسته؟ نه نداریم. خب باشه دو روز هم کار کردیم نون پختیم برای چیمینم خرج بیمارستان خرج بیمارستان که چیز کردین از اون نون پختنتون بله بله یا هور میپرختیم و یا نون پختیم اینا خرج خواستیم بیم که سرسایه هم به فرزی بیمارستان بلا هیچی داریم هرچی میتونیم تمام چش مد یعنی هر چی در آورده بودین خط بیمارستان رو بچه کردین اینا. حالا من فرض مثال یه چادر براتون بیارم اولین کاری که هم نداریم خب اولین کاری چی کنم براتون چادر براتون بیارم یخت و وسیله خورد و خوراک براتون بیارم و حتما باید بعدش خب بعد این زمین مال خودمون هستش خب من اینجا تفریط رو میدندیم خب بله اینجا چون صاف هستش خب بله اینجا چون که صاف هستش ما اینجا یه سکو براتون میبندیم خب اول من میرم داخل مغازه چادر و وسیله خوراکی و هر چی باشه لازمتون باشه من میگیرم براتون میارم بعدش یه سکو براتون ببندیم خب چادر رو روش میذاریم بعدش میام یه خونه براتون اون بالا براتون میسازیم. اوکی هستش اینجوری؟ بهتر هست. ممنون. هرچی میتونی که بچه‌مو کنی. انشالله چه خدا هم کمک بکنه. چشم. ما در خدمتونم. من اصلا وظیفه‌مون همین هستش که به این خانواده‌های عشایری کمک کنیم. هم من هم اداره بهزیستی، کمیته امداد وظیفه‌مون هستش که بالاخره یه کاری برای شما انجام بدیم. چشم. من میرم داخل مغازه. بعد یه خطه وسیله براتون میارم دسته. شما وایسین من میرم دست درد نکنید خدا حافظ خدا حافظ شون.
یه سه وسیله پورتوکولاش بذار. ما نیستم. خب هر سی وسیله پولمو داریم. خب مثل میوهی، ماکرانی، سویایی، روگوزی، هر سی هست بذار. هم دوزه ما نیستم. بذار. دست در نکن ماما. یه قابلمه هم براش بذار ماما. قابلمه. میام ماما یه پلاستیکم آورده بودم خواستم بندازم رو اون چیز. اون هم اگه داریمش بذارش. پلاستیک میخوام بذارم رو چادر. مامان دست در نکن گذاشتیشون. بابای هم که بهش زنگ زده بودم چادر فکر کنم همین باشه. زنگ دار در میزنه فکر کنم. اینا خودشه. اومدم. گاریو من مندسه کنم شبیه بعد سلام ببخشید یک کم دور شد تا رفتیم خونه اومدیم تا اومدنم اون آقا دارم چادر دارم که گرفت
آه پسر من این توی گرفتم برای شما، گفته بودمش برای پسر داداشم، گفتم بدم به شما. بخیر چیز قابل دار نیستم خانم ها بگیر بگیر. چادر خیلی خوبی هستش، دیگه اینجا علمش کنم من برای تو. ممنون. یه چیز قابل داری که نیستن بالاخره، ببخشید شما دیگه، ولی باید یه سکو بذاری. حالا اینو موقت میذاریم برای تو که بسطون سردش نشه. خب میخوام پلاسچه بیاری پر کنیم زیرش. پلاسچه بیا. آره بیا پلاسچه بیا که چادر چیز نشه. این پلاسچه بیا گرفتیم برای تو. نه فعلا بذاریمش، بعدش چه سکوره گذاشتیم خب بندازیمش روش. بعد چه سکوره اونجا گذاشتیم براتون خانوم؟ خب میتونین خودتون چادر رو بازو بسته کنین؟ بلد هستی؟ چادر رو؟ یادتون میدم، من یادتون میدم بشت چادرش بده کنیم و ازشون بگیم مثلا بگیشون برشو خانم بلحظ. میخوایی درشو بذارم کچکرو بر؟ نه بذاری، سیزی مثلی نه، بذاری نداره خودش فنه داره. خواهی درشو بدارم کدوم بر برای تو؟ همین بر خوبه درش؟ درش بگیر شو صافی شو. یه پتوی چیزی داری بیا بذاریم اینجا داخلش؟ خواهی من یادت بدم خب تا قبل اینکه خانم این چیزو بیاره. خب بین این خواهی بخواهی جمعش کنی. خب اینو این بری داخل، اینو بری داخل کامل کامل میره داخل. خب خواهد کامل درست داخل درسته؟ درسته؟ میذاریش خب میذاریش زمین درسته؟ این بادش باید خالی بشه، این بادش باید خالی بشه، این درش نباید درمی. خب الان بادش خالی شد درسته؟ این پاتا میذاری اینجا خانو ببرش این رو بدارم. ببین این رو میاری اینجا، میاری اینجا درسته؟ میذاری زیر پات درسته؟ میذاری زیر پات، اینو اینجوری میاری، اینو اینجوری میاری درسته؟ اینو میکشی زیرش چادر جمع شد درسته؟ فهمیدی؟ این بازی براتون توضیح بده. این اونجا گذاشته شده درسته؟ میاری میاری زیر پات، نگران نباشه مثلا فنارش بشکنه، این فنارو نمیشکنه. اینو اینجوری میاری، اینو اینجوری میاری، اینو میذاری میرسیدش متوجه شدی؟ حالا بذاریش همونجوری بذاریش چادر رو برای پنتون بگیره. بعد سکو رو براتون گذاشتیم، این چادر رو میتونیم بندازیم روش. خب یه بالاخره این چادره راسته 6 7 نفر هسته، شما دیگه 3 نفر و 5 نفر هستین دیگه بستون هستش. دیگه حداقل سرتون نباشه برای شب. نه اختیار داری. آره پنش کن. آره بچه هم برای بسر میگم چه سردش نشه. دست در نکنه. آره
بی زحمت خانم ببخشید اون بچه رو بیار که بند بره داخل بخوابه. تو که تب داره بگیر اینو. مثلا بیار اینو اینجا بگیر. میخوایی فکرم بذاری این دارش خانم؟ بله. اونو اون بکش بالا، اونو بکش بالاتر. ببخشید بذار من خودم چیزش کنم، درستش کنم براتون. اونو بکش بالا، اونو بکش بالاتر دیگه سر کنیش. خانم ببخشید، پتو رو بده. بیا بالاتر طوری نیست، اون سر کنیش. این چیزا رو بده، اینو بده، اصلا رو بده بیگرانت برخص دست دارم برمان، انشالله خوب میشه. سلامت خوب همون پتو رو بگی، آره بازش کن، آره بیارش تا بزن روش. بیارش خانم، بی زحمت ببخشید. بندازم شو بچه تو این تب داره. قربونت برم من، خوب میشی؟ داراتو خوردی؟ داراتو داراتو خوردی؟ دیده اینجوری؟ دست در نکنه، ممنون. نه، احتیار داری، ما وظیفمون میخوام چکار کنم. حالا هر وقت که هر پای داشتین دیگه به هم زنگ بزنید. راحت اینجوری؟ آره؟ خب مریض هستش دیگه، بالاخره گناه داره. خب خانم من در خدمتتونم. من حتما براتون باید بلوک بیارم، سیمان بیارم، آوزه سکو براتون بزنم که این چادر بره رو سکو. خب بعد براتون یه خونه نقلی بسازیم. نه اختیار داریم، ما وظیفمون هستش بالاخره. این چیز ناقابلی بود چه دیگه براتون تهیه کردیم. ما در خدمتون، فعلا با من کاری نداریم. خداحافظتون. ببخشید خانم، خداحافظتون. خداحافظتون. خداحافظ. سلامت. ما در خدمتون. ببخشید. خیلیش به بچه باز که ناسی کرام بشه. دعا کسی بیا، دعا کسیش بیا، بسو بخواه آفرین کرام، ملد یه بهتری بود. آفرین ملد
به آن شده جرمه بگیر خیلی جرمه. امپراتوری یکی از مخاطبین پیام داده گفتش که یه کلبه هستش، یه آقا با دوتا خانوم، حتما ببریم بهشون کمک کنیم. آدرس هم برام فرستاده، شهرک همین خیابون هستش. آره همین خیابونه. بریم ببینیم در چه وضعیتی هستن. اینجا هستن، چادری هستش. بریم ببینیم چه پایین تپه هستن. ببینیم در چه وضعیتی هست. یا الله سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید. سلامت. ببخشید من مهندس حسین هستم. بازم خدمتتون به این افراد نیازمند کمک میکنم. بعد اختیاری بعد یکی از مخاطبین برای من پیام داده گفت که دو تا خانم اینجا هستن با دو تا بچه، بعد مشکل خانوادگی دارن. اومدم یه سر بهتون بزنم ببینم مشکلتون چی هستش، چه چیزی لازم داری من برم براتون تهیه کنم. بعد چه احساسی شما الان تشریف آوردین اینجا توی چادر داری زندگی میکنی؟ ببخش من هم جلوتر که ببینم دوتا بچه هم. خب بچه های شما هستن دوتا؟ خب این بچه نداره؟ خب صداش یکی خمیچه همسی دیگم توزید اونجا. بله تا وطن میرم احتیاط داشت معتاد بلموچه با مامونه جو جو من کرشون بره خونه برادره منظورتونی؟ بله کلاورداری برشت ساختمون شفرو هیچی. خونه برادره خوش شوهر این خانوم؟ بله خانمه. بله بعد چی ساختمون فرو؟ ساختمون پسرش فرو. پسر این فرو. بله. خب یه آواره خیابون دنور اسم کبره ممنی بیاون این چادر هم یه بنده خدایه بودم آن یکی از خیرین بهتون کمک کرد اینو خیر. خب خدا حفظش کنه، خدا بهش سلامت. برکت بده. همینجا درتوانم ندید سی چه زیاد بیارم سی تونه همی چاره و سی موبایل. خب خدا دستش در نکنه، خدا خیرش بده. شش دوش تاله هم میرنیم. بله دوش تاله هم میرنیم دگیم یه چی یه دال میرسه خدا نانو دتنه کور رسانسه. نه اختیار داریم بالاخره. یکی از مخاطبین برای من پیام داده گفتش دو تا خانم اینجا زندگی میکنن. منم میبینم وضع مالیتون اصلا کلا خوب نیستش. من چشمم پتو براتون بیارم، یه زیرانداز براتون بیارم، یه بالش براتون بیارم. چیز دیگه اینجا نداری؟ نه بابا همین همسایه چی داشتیم اون سال قبل خونه نوا همه چی اومدی از کاری و دم دستگاه و همه با همه چی با همه چی رو مردم ماشین رو خب دیگه دست ما عنده و معموم این هم داده خواهد دست خالی بیرم بلوم نکردن بیزن تنهایی به تابسه نه هر ذات رایی ما هم باتیم تا این بنده خدا هم ایتاره داشتون و روز چیزیم تامنه. الان فرض مثال خب شما داخل یه چادر خب خوبیت هم نداره داخل یه چادر باشیم. اولین کاری که ما برای شما باید انجام بدیم خب باید شما یه خونه بسازیم. خب این کار مهمی هستش. بعد این زمینه مال خودتونه یا کسی بهتون این زمینه هم داده؟ این زمینه هم یکی دیگه هم این زمینه بهتون داده. بله خب یعنی میتونیم داخلش ساختمون بسازیم؟ میتونیم بسازیم. گفت مشکلی نداره. خب مشکلی نداره. چشم من براتون خب حالا من فعلا برم داخل مغازه یخت وسیله خورد و خوراک و حالا پتو و وسایل گرمایشی اضافه یخت لباسم بگیرم برای بچه‌ها خب بیارم. ولی بعدش باید ما چه کاری انجام بدیم؟ باید به فکر این باشیم که یه خونه بسازیم برای شما که در آسایش کامل باشیم. نه اختیار این وظیفه مون است. ده برابر شده. اختیار این دستین در نکنه. پس من میرم
برمیگردم. من در خدمتتونم. نه اختیار دارین. ببخشید. خدا حافظ. ما در خدمتتون. ان شاء الله که خدا هر چی خدا بخواد ده برابر شه صد برابر شه واش بده خوب باشه تو تا چی دی میده چی بخوره سلامتی من خانم یه خانواده کمک کنم میگم لباس داری برای بچه 8-9 ساله لباس هم یه سری چیزا داریم ببینیم به کارت رو هفتیم به کارت ببینم آره برای بچه 8 ساله 9 ساله آره همین اوکیه بگم اندازه کار داری برای 8-9 ساله باشه دست در نکنه آره همینا خوب هستش سالمونه دیگه هم دارم حتما دونی بکنم دیگه میخوام یه رنگ باشه این دستا رو بده این دستا بده آره اینا سته آره سته بده چون جوده تاش برادر هستن آره اینا بده آره دست در نکنه اینا دخترونه هستن دیگه اینا بله اینا دخترونه هستن و باز هم هستن دیگه نه دیگه نه چون چه اونا خب پسر هستن آره اینا دخترونه آره بعد نه که اوکی هستن آره برای صدا نکنه خب بی زحمت یه وسیله خدا کم بهم به بده بله این وسیله که این رو من میخوام خب یه روغن برام بذار آره بذار بخواد یه پلاستیک دست برم ممنونتم من اجازه دارم یه هم پشت بله 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 من بردارم وسیله من یه روغن برمیدارم قنداد کو قنداد برنز هم داری آره برنز هم یه چیز پایین دارم دست در نکنه این برنز هم دست دارم دست دارم برسی دیدم کارتونش چنده شده طوری نیست نه مشکل نداره بعدش اوکی آره آن دست نکنه گفتم یه هفتی کارتونش چنده شده نه مشکل نداره خب دست در نکنه دیگه همینا رو بذار ببخش دست در نکنه ممنونتم به خدا دست پنجر در نکنه قابل ندارم از اون حساب کن چون که من کن باشه بشم حالا چون میخواییم برای کمک به مردم میخواییم من چند شد سر دست در نکنه قابل شما ندارم میمونه بابا عزیز بگیم بفرمایید
لباس رو از دستشو گذاشتی؟ بله بله. دستگاه نکنی. حالا کسی مثلا خانم دختر داشت داخل همین چیزشون کلوارشون؟ بله من لباس دختر ندارم. اینا قرار بطناس تو ساله اینا. ها دست در نکنی. میام همینجا دیگه میام بشه رو خرید میکنم. عزیز دل. 75-06 آقا من ممنونتون بخدا دست پنجه در نکنه عزیز دل شما. خواهد کمک تو دارم نه دیگه دست در نکنه خودم میبرم. خواهد دست در نکنه شرمنده پنجه خواهد. رفتم خونه هم یه رخت خوابم براشون برداشتم آوردم. بخشی دست درد نکنه بدرخشید ببخشید ببخشید دست درد نکنه ممنون عزیز دلیم دست درد نکنه ببخشید ممنونتن عزیز سلامت خدا حافظ. من رفتم خونه یه وقت خواب رو دست درد نکنی خدا خیرت بده. این وسیله رو هم دیگه داخل مغازه گرفتم تو دست هم لباس گرفتم برای بچه ها اختیار نیست میبرم ببخشید. خدا بی خزاش یه چیز قابل داری که براتون نمیوردم بالاخره این روغن هم بگیرید ببخشید شرمندتون اختیار دارید همین که این بچه‌ها خوشحال شدن هم برای ما کفایت میکنه اختیار دارید. حالا من دیگه با اجازهتون دیگه من برم چون یه کاری برام پیش اومده اینا دست در نکنه. خدا حافظ خانم خدا حافظ سلامت خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ پسرم خدا حافظ پسرم خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خیلی خوشم برنامه خدا حافظ اختیار داری خدا حافظ خدا سر به سر برابر شود نه اختیار داری ما وظیفه مون هستش ببخشید خدا حافظ خیر بده خدا بیخدا خدا داده ما این کمترین کاری بود که براتون انجام دادم دیده دعوت نخوشحال کرد ما در خدمت شما خوشحالت کنی چی دعوت نخوشحال کرد براتون بلوچ میارم سیمان هم میارم که یه خونه براتون بسازم حتما در فکرش هستم خدا حافظ خیلی ممنون. خیلی ممنون. دستان درده. همان سکونه بودم تا دمیم پیلان کرده خدا خیرش بود. خیلی ممنون. 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 انا ده با تو تو چرای بنده خدای هیو دایم رسو خدا بزرگ پنا بر خدا خدا هر چی خدا خواب خدا بی خزاش برین دو دسیمون
دستش در نکنه دیگه حالا یا میمند سیاه سیاره لاسه شون تو راست کنه آه بیر خزاش کنه نگه اگه گوست نمه بیا ممنون دستش در نکنه دیگه چه گیری گوست نمه دایی بلبنده شو نکنه ورسیم تو سرما نخوره خدا ارحم الراحمین بیا همه تونی که دلتو نشاد چه خدا دلت شاد کنه خدا سلامتی اش بده خدا بی قضاش کنه خدا حتی خدا خواست دراور بده تا دراور بده ایالش همیشه سلامت در کنم خدا بیا خوشحال که بی خدا همیشه خدا زیب شمه کش بدین شو بیا بیا عزیز دلان بی دسترمانی خریم تا بیام هم گیر این یک قوله و مداغ بلوچ و سیمان این یارام یه تو هم یارام سی تو نه ده نیخواه خدا بیر خزا کنی ده خزی پس کن داشتی عزیز دلان ده خدا بر خدا خدا بزرگ اولا خیلی مالی هست بیا خدا بیر خزا کنی از ماما دورن چرا شد کنی اینه در اشتر مکنه دعاش کنی ماما برهان پارسا آقای مهندس یارم خیره چه خدا رساندهش دعاش کنی چه خدا صد برابر بدهش به این سیال بدهش بده چه هنگ می چی مانه کنه هی بیا سمتا بطا می سیشان خوشحال لباس یا لیاستی تو هلا برنز و روغن و قند همه چیم آورد میوه هم آورد هلا شون راست کناسی بسید هم آوازش که مشوره تا ما تشوه کنم یه شون یه چی راست کناسی هم بسید راستش دارم هیچ کزاش نگه تا بسید خوشحال چی سلام خیری سلامتی یا ما یه تا شهر کنو یه شمی راست کنو اندازه رنج یه رنج یه دست دل خرتونه چی خدا بی قضاوت کنه یه تو گم خوشحالی تو یه چی حسی چه دامو برست یوم ناراحت ما بود دستش درد نکن دعاش کنیم ما که بود خدا هر چی خدا خواست صد برابرش بود خیلی ممنون هراشون راستی کنانسی تو دین گستم رنز قند روغن همه چی هستیم شون تشاهد کنانشون راستی کنانسی دیگه این اصلیه جانم
جانم جانم کنی خواد امیره بگو تا خوب برش زنی قربونه برم مهندس امید عزیز جانم قربونت عزیزی مهندس جان هر کاری از دستم بیاد بر بیاد برات انجام بدم عزیز دل عزیز من قربونت برم میگم من شن و بلوک چیز همه چیز آوردم واسه همین نجس خانم حسین پور بود که برازه یه تم ریش دادی آره من دوبار رفتم رو کن داخل کلبهش خب بازم به خدمتت بعد گفت که یه مشکلی برای بچه‌م پیش اومده خواستم بلوچ وسیله ببرم براش حالا شما زحمت چه چیدی دستتون درد نکنه حالا نرفته هم کشیدم گفتم اگه زحمتی برات نیست دو تا سیمان بیاری واسه که فردا بنا لنگ نشه اتفاقا آره سیمانم داخل خونه دارم من میرم الان برمی دارم خواستم برم دیگه استراحت کنم دیگه چشم بنا براتون میارم چش 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 من الان دو تا سیمان ور میدارم میام چش باشه قربونه دارم من خداحافظت مهندس جون عزیزین خداحافظ بیاریم دست دارم ممنون چیز کردی؟ بریم یه سر به نجس خانم بزنی مهندس امید زنگ زد گفت بلوچ براش بردن بری رای پایینی مسیر کشاورزی هستش نمیشه بیای این رای بالایی رو باید بیاریم شما هم سلامتی وقتت بخیر خوبی سلامتی استاد خوبی سلامتی وقتت بخیر ممنون میشم خوبی سلامتی یه زنگ زدی من خواستم دیگه برم استراحت کنم دیگه گفتم سریوسی خودم برسونم به شما دیگه جنابالی بلوک براشون آوردی چون من دوستی به نرگس خانم کمک کردم قول داده بودم که هم بهش کمک کنم بعد خودش زنگ زد بهم گفت که مشکلی برام بچه‌م پیش اومده فعلا نیستم گفتم چی باش من تو زحمت نکش نه می کمک کن من زحمت نکش کاجرا نه بس بذارم شو پایین نه زحمت نکشید من خودم میشم میذارم پولم ببریم خودت اذیت میکنی نمیبرم خودم میبرم کاجرا هم هست هیچ چیز هم خب بذار من کمکش کنم بذار این پولت اگه میخوای این کار انجام بدی نمیتونی مهندس خودت اذیت میکنی اینجوری میخوای اینام بذارم چیز شما بشه بذار ورشو بگیری بذار چیزش خودش مهندس اصلا زحمت نکش نه ببخش بلاشت
اینجوری از جد بشی مهندس امید جان. من به تو بلوچ بیارم. من بلوچ نمیخوای ببری برای نرجس خانم؟ آره من بلوچ بیارم. نه بابا میخوام چیکار کنم، خدا خیرت بده. اصلا هیچ چیز نداره، نه جایی هست. بعد منم فکر کردم گفتم اون زمین کشاورزی هستش مهندس جان. آره دیگه ما هم یه فکری ریختیم، من گفتیم با دست میاریم از آقا. بیا مهندس جان نقشه کشیدی؟ نقشه آره نقشه یکی نقشه ای براش بکش کن دست در نکنه جنابالی دیگه مهندس هستی. خب بعد آرزم به خدمت که یه نقشه طراحی کن براش. دیگه طراحی کردم که خیلی یه خونه نقلی براش بسازی. من یه دوست بار اومدم خدمتش به اضافه پسرش، اسمش آرسان بود بکنم، درسته؟ آره. نرگس خانوم خسته نباشی، وقتت بخیر باشه. بالاخره من اون روز زنگ بهت زدم گفتی که من کار دارم. بله بله ببخشی دیگه از خونه رو رفت کنیم دمت روشیم. ما در خدمتون گفتی بچه هم مریض هستش، من خواستم بیام برات بلوک بیارم. حالا مهندس امید دیگه زحمت شد کشیده دیگه برات دو دفت بلوک آوردم. حالا زنگ به من زد گفت فعلا یه دو تا سیمان موقت بیار تو بعدم، چون که راه ندارم. من این برشان فکر کردم دیدم زمین کشاورزی هستش. آره اینه بر. تانکی رو سیزا و بودیتا هم من ببخشید من نقشه تو میتونم یه لحظه ببینم اوردش من نقشه رو؟ نه تو ماشین جا مونده، ماشین هم خراب شده. ماشین خراب شده؟ بله. فردا که بنا اومد انشالله بنا هم گرفتی برای شو؟ آره بعد خب باشی دست در نکنه گنجا رو میخواد بسازی؟ آره من اینجا میخواد دست در نکنه زحمت که شما انداز جان. این کارجت از خودمونه؟ آره این من خودم. بچه خودتونه؟ خدا حفظش کنه. حتما درست حسابی بهش هواشو داشته باش. همون اولی کاری چی میکنی مهندس امید یه دستشویی همومی براش درست کن. دستشویی همومو یه جایی بذار. خب درخت هم کشتی براش؟ آره درخت. دست در نکنه اصلا چقدر کار خوبی کردی تو به حضرت عباس. به خدا جنابالی اصلا از ما یک سرتر هستی مهندس جان. بالاخره دست در نکنه درخت رو هم کاشتی دست در نکنه. ممنونتم. آره عجب درخت های هم کاشتی. خب فقط به من بگو جا دستشوی همون شما کجا میخوای بذاری؟ تو نفته بود ایور میکنم. ایور چیز هستش؟ فقط فرمودی که دستشوی همی انداختی اون بالا. خب تانکر هم آوردم اینجا نفس کردم واسه بوده آب آشان. اصلا بهترین کار کردی به خدا. اصلا دست در نکنه به خدا. واقعا دست مریضات. ممنونتم به خدا مهندس جان. بالاخره کار انجام دادی. نمیدونم از کوری ازت تشکر کنم. نه اختیار داری. ما وظیفمونه. ما وظیفمون هستش. خب فردا این استاد هم هستش این به بزرگوار؟ بله اینم هست. با استادش میاد درسته؟ آره استاد. دست کم در نکنی. من همینجا دست این کارگر رو میبوسم. اگه اجازه بدی من مزد امروز شما. نه مهندس کارگر منه. خب نه من از شما درخواست دارم مزد امروز شما من بدم بقیه روزا رو تو. مثلا نداره شما رو کارت به من بده. خب آرزم خدمتت ببخشید من الان بزنم کارت رو یادم رفت. اصلا پیغمبر خدا هم میفرماید عرق کارگر وقتی که از پیشونیش خشک نشده باشه مثلا چیزشو بهش بدین مزدشو. شما بفرمایید شما رو کارتتون رو تا من این چیزو بزنم به کارت. میفرستن رو گوشی. آره من خدا شما رو تو دارم مهندس بگ. خب بفرمایید آرش من 2 16 88 56 74 0 0 4. بذار بیاد بالا دست در نکنم. قدرت شمس اللهی. بله 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 من مزد کارگر 500 هستش. من عیدیش هم 100 تا زدم به کارت 600 بود. اختیار دارید. من نگاه بندازم تو داخل خونه ببینم در چه وضعیه. من ناخوش شده. گوشی نداشته. مالاشو باید درست کنیم مهندس. حالا باید این چیزشو باید درست کنیم. بریم مالا درست. اصلا فرقمون خیس شد. پتو هم الان پتو هم نداره. خب من بهت زنگ زدم گفتم اون موقع خب گفتی که مشکلی برای بچه‌ام پیش اومده. خب باشه. بریم روشو درست کنیم. من کارگرتون چه چیزی هستش؟ خب مهندس جان بالاخره شبا راحت بخوابم اینا. خب ولی حتما به فکرشون باش مهندس جان. همیشه اینا سرشون میزنن دست در نکنه. ممنون. میتونی بری بالا مهندس جان یا من برم؟ خودم
برو برحس. او قدرت نه بالا قدرت جان؟ نه اونجا جوان نیست مهندس گفتم کنم برسش کنم. چیزی میخوای بدم دستت؟ یه بیل اونجا هست اگه لطف کنید چند تا بیل خواهش بیدید. بیل کجا هستش؟ بیا 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 شنگیز خانه. آره نجس خانم من دیدمش پلو بش... چیز بود تانکر بود بیارش. بعد جل کجا بریزیم روش؟ همینجا من اسمیم همینجا پایین همینجا بالا کیفت اشتباه سیده بشه من اسمیم اینجا زحمت دست در نکنم زحمت چیشه کجا بریزم؟ اینجا دست در نکنم اختیارش نباشی مهندس. نه اختیار داری نرجس خانم. بس من پسرتو ندیدم. خواب بود؟ خواب بود. آه من ندیدمش. برم دست بوسش. من سعی بریدم. دست در نکنه. ممنونتم. بفرمایین یه چای هم بریزیم یا تو بخور. دست پنجر در نکنه. مهندس هم بریدم بخورم. نه افتادیم بذارم بده او به آقادرت آقادرت هم زحمت چشید دستش در نکنه بذارم من چند تا بیله بریزم باز مهندس هم زحمت چشید یوانس بیه مهندس امید بهتر از ما هستش آقادرت یه بلوش بمیدیم بلوش میخوای برم بیارم نه اختیار داری من نمیدونم سکر کنم اختیار داری ما وظیفمونه نه نرجس خانم یه حرف نزنید واقعا خدا عادت میکنه نه اختیار داری زحمت کشیدی برام ما وظیفمونه هم من هم مهندس امید هم مهندس احمد هم مهندس ابوالقاسم اینا وظیفه شونه کمیته امداد اداره بهزیستی اینا وظیفه شونه که بالاخره به شما مردم نیازمند کمک کنن بالاخره ما دست همچین افرادی مهندس امید و مهندس ابوالقاسم مهندس احمد و من میبوسم دست این شاگردمونم آرزم به خدمتت میبوسم بالاخره ما در خدمت میگم دیگه گل میخواد یا چای کنیم یا خورده میخواد گفتم یه چای بخوریم آقا درد آقا من نظام بفرمایی یه چای بخوریم یه دست نرجس خانم من درد نکنه بالاخره ما را شرمنده کردین بفرمایی مهندس جان یه خواهش ازت دارم جان خودت حتما مرتب سر بزن به نرجس خانم همیشه مرتب چون که شوهرش ولش کرده رفته آره گفتم به رحمت خدا رفته شوهرش میزنی به نرجس خانم چون که شوهرش ولش کرده رفته خدا نابودش کنه شوهرش رو بچه رو تنها گذاشته آره بالاخره خدا اون بالا جای حق نشسته بالاخره یه روزی صدمشو میبینه رضا آره چون که بچه ها با این خانمش ویل کرد رفیه زن گرفت آره خود دریان تو کنم اصلا انسان گفت. در اصلا چیزش هست که همچی کاری انجام بده خدا وکیلی بد کاری کرد خدا وکیلی نه شعور داره شوهرش نه معرفت داره بعد این آقا هم بیومد مزامش میشه من ازام خب مهندس جان یه بالاخره حتما دیگه اینو میخوای خراب کنی؟ نه واسه نمیدونم همسایه صاحب زمینه نمیدونم چیه خب اومده یه جیر داد خب به نظرم میخواد تخلیهش کنه اون زمین خودمون ای استاد وقتش تموم شده بذار به خودمون صحبت کنیم بذار وسیلاش هست بیار بیار به وسیلاش بنویسید آقا دست در نکنید معلومه نمی به خدا دست در نکنید ببخشید زحمت کشیدین زحمت کشیدین من اون ساعتا ندادم به خاطر عیدی اختیار دارم قربون دارم خدا ما در خدمت هستیم بیچاره خودش بده بیده ببخشید دست در نکنه خدا حافظ استاد دست در نکنه بالاخره
گفتی چه صاحب زمین اومد اینو خراب کنه؟ آره. فردا حتما مهندس جان یه بیل و یه کلند اصلا بیار برای در خدمت خودش باشه. خب یه بیل بیار، کلند بیار، یه استانبولی بیار، آرزم به خدمتت اون وسیله بنایی هست، بنایی رو فردا همه رو بیار براش. خب اینی که مثلا الان من ناراحت شدم، این بیل رو مثلا خودش آورده بود کارگره، این وضعیت خوبی نیست. نگه خانم خاطر چای هم دست در نکنه. من یه صحبت دیگه هم با امید دارم مهندس جان. مهندس دیگه بالاخره دست در نکنه. آرتام خواب هسته من بوسش کنم. قربونش برم آرتامو. آرتام من خیلی دوست دارم. آره. سرش هستی. قربون این بچه من برم. آره. بعد میگم میخوای بذاریش داخل سردش نشه نجس خانم؟ آره الان میبرمش. آره ما یه صحبتی با مهندس میکنم تا بالا ببخشید دیگه. ما در خدمت این نجس خانم یه مهندس امید اینجا هستن. خب یعنی خودش استاد هستش، مهندس هستش. بالاخره هر کاری داشتی دیگه به خود امید بگید، منم در اسرع وقت بهتون سر میزنم. هر کمکی از دستم بر بیاد و مهندس به من زنگ بزنه من میام خدمت. دستتون در نکنه. زحمتش. خدا بده نگه. سلامت. در نکنه. مایر کمشی هم چه بود؟ بازه.